ما ایرانی‌ها یه اخلاق خیلی بد داریم، اونم اینی که دوست داریم از عالم و آدم و حتی فرهنگ‌های مختلف که ریشه تو خاک کشورهای دیگه دارن اسکی بریم. آره بچه‌ها، فرهنگ چیزیه که قراره امروز دربارش صحبت کنیم. فرهنگ‌هایی که ما ایرانی‌ها از روی این آمریکایی جهان خار اسکر احمق خون خار خوک خار فلان فلان شده یا این اروپایی یهود حسود برداشتیم و به زور به طرز فجیع فروت کردیم تو فرهنگ خودمون. خیلی شدید گفتم بدره، ولی خب آره خلاصه. مطلب چی هستی؟ ادیتور زیبا بنواز. ولنتاین. دوستان عزیز، همتونم ولنتاین با خبرین. همین دور و براست 25 بهمنه و خودتون میدونید چه چیز بدیه و قراره بره تو پاچه های کسایی که رل دارن. من که سینگل بدبخت نمیشیم و من رل میزنه، اما میگن که ولنتاین و ما ایرانی ها از خارجی های اروپایی این داستان اسکی رفتیم. من قبول ندارم، چون ما این چیز داریم بسم سپندار مزگان دسته ده اسفند خیلی هم خفندره، اما ما دوست داریم ولنتاین رو جشن بگیریم که داریم اشتباه میکنیم. مثلا خارجی ها خودشون ته این کارن، خودشون ولنتاین دارن چیکار میکنن؟ بلا میشه یه دونه از این خس کوچولو ها میدن بدونه کاکاو و بعد همگار مهم میکنن و تموم میشه. حالا ما ایرانی ها چی؟ یک هکتار باید برای یارو خرس بخری، برای شکلات بخری، برایش آیپد بخری، برای تبلت بخری. نهایت هم میگه مثلا نه شب بخونه باشم. خب دلیل نمیشه که. برای همین هم من اصلا دوست ندارم. یه بارم یه بند خدایی بود میخواد دوست دخترم بشه، بعد رفتیم کافه گفت من شانساین میخورم، بعد من پول نداشتم، بعد دیش دیگه کات کردیم. اگه خواستیم برین کافه شانساین با نخورین، کات میکنین. دمتون گرم، من میرم ولنتاین هم اون از ماست که رفتن نویسند احمق بیشعور. خداحافظ. سریال های ترکیه ای. یکی از بزرگترین مشکلاتی که خانواده ها الان دارن همین شبکه های ماهواره ای مثل جم تی وی و فارسی وان و این چرت و پرت که یه مدتی گن زده بود تو روابط خانوادگی، البته هنوزم آثارش هست. حالا داستان از کجا شروع شد؟ از اون روزی که شبکه های ماهواره ای تصمیم گرفتن سریال های ترکیه ای مزخرف 2000 قسمتی عاشقونه آبگوشتی رو پخش کنن که فقط چند تا بازیگر خوشگل و جذاب داشت. حالا چرا مردم تصمیم گرفتن اینا رو ببینن؟ بیا باید میزدن صدا سیما جومونگ و مختارنامه میدیدن که هزار بار دیده بودن یا اینو میدیدن. خب طبیعتاً هیچ کس نمیخواد جومونگو برای بار هزارم ببینه. پس این سریال ها رو دیدن و به به و چهچهشون هم زد بالا. حالا تأثیراتی که گذاشت در این حد بود که همه اسمشون رو از کبرا و سقرا به گزل و خرم سلطان تغییر دادن. این حالا کوچیکترین تأثیر بوده. مثلا شما فکر کن از سر کار خسته و کوفته میای خونه، یهو میبینی که خانومت بهت اشاره کرده که داری خیانت میکنی. چرا؟ چون تو اون سریال اون پوفیوز به زنش همینجوری از سر کار خسته برگشت خیانت کرده بود. بعد زن چوبو داشته بکنه تو ماتحتت. این بده، خیلی هم بده. نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، اما یه زمانی حتی لباسای اینا رو هم میفروختن. یعنی میومدی بیرون از شال و گردنبند و انگشتر و هر چی که فکرشو بکنید اینا میفروختن. مردم هم خیلی خوب میریختن اینا رو میخریدن دیگه، حتی شورترو. آقا من یکی خیلی آلافینو دوست دارم، من آوردکم دوست دارم لباس خرچنگ بپوشم برم کاستوم های مختلف شخصیت های مورد علاقه خوش بگذرونم. اصلا مخالف این نیستم، اما عزیز من تویی که تو ایرانی ریدی، تو چرا پالوینو جشن میگیری؟ تو هیچی نیستی بدبخت. خرچنگ رسیری بار خودتو بتر کن. تو ما خودمون همه چیزای جذاب داریم، میریم قاشق زنی میکنیم، کوزه بالا سر پشتمون پت میکنیم سر مردم، ترقه میزنیم طرف تخ میکنه، بعد اون وقت هالووین میری لباس عجیب غریب میپوشی خودتو میکشی بیهو. بچه ها من برای چهارشنبه سوری چند تا ترقه پیازی آماده کردم بتره کنیم. هرکی رید تو هالووین یاد بریم بزنیم همه جا رو بپکنیم. خدافظ. حیوان خونگی. کم عیزه ایرم، حالت چطور؟ من کم انام صدام گرفته شده، چند تا پویچه هم دارم زب میکنم و یکم سر آدو صحبت کنم. ببین بعضی چیزا داشتنش خیلی خوبه، مثلا من حیوان خونگی بودم، همیشه دلم میخواست سوس به عنوان حیوان خونگی داشته باشم، اما خب نمیتونم بهش قلاده ببندم، برای همین قیدشو زدم. پیش گریم بچه ها، داشتم میگفتم بهتون. ببینید بچه ها، حیوان خونگی داشتن خوبه، اصلا چیز بدی هم بیش تمام هم میکنی داشته، اما 99 ممیز 99 صد هزارم درصد همه به خاطر کلاسش تو ایران حیوان خونگی میخره. والا البته اونایی که به سرپرستی و باگذاری و اینا قبول میکنن خب بعضشون فرق داره. من از این سگای خرسی بامزه گوگولی مگولی که شبیه عروسه که ناموشن اینا واسه کلاس کاره. بعد جالبه که بیشترشون هم بیشتر از 4-5 ماه نمیتونن ازش نگهداری کنن و یه سری هم به عنوان این میگیرن که مثلا جای بچه هاشون میخوان بزرگشون کنن. تازه خیلی از این پدر مادرها این سری از اون بچه هایی که شلوغتر و شیطونتر بودن یا همون تخم زگی یا همون تحتقاریه بود مثلا
براش یه حیوان خونگی می‌خریدم تا به جای اینکه این بابا مامان رو پاره کنه یا مثلا فک و فامیل رو چیز کنه اون حیوان زبون بسته رو پاره کنه. آره میدید بچا چون من مغز برای اولی بار گفتم مشق دوباره اشتباه گفتم ولش کن متوجه حرکات اینو نمیشم کلا واقعا غیر قابل فهم کارش والا. خب آقا این ویدیو چرا ساخته شده که بگیم آره از فرهنگ ما دزدی شده؟ ما خیلی ویدیو ساختیم که واقعا از فرهنگ های ما دزدی شده و اومدیم هم گفتیم و هیچ تغییری هم ایجاد نشد، اون دزدی ادامه پیدا کرده، چون ما صرفا یه چنل یوتیوبیم که فقط بتونیم بگیم و شما هم یک آدمی، یک انسانی که میتونی اینو بدونی و حالا به اطرافیانت بگی، به بچه‌هات بگی در آینده و این اطلاعات به نسل‌های بعدی منتقل بشه با ساختن یه ویدیو یوتیوب. اما اون کسی که باید درستش کنه، اون کسی که باید دنبالش باشه، کسای دیگه است. حالا مثلا دارم میگم درخت کریسمس ما رو اومدن برداشتن، خودمون خبر نداریم. یک، وظیفه ما که بگیم. دو، انقدر هم نباشیم که آره دارن میدزدن، دارن فرهنگشون رو به ما میخورونن، دشمنی کنیم، دعوا کنیم. آقا در نهایت همه ما انسانیم، در نهایت اگه کسی نخواد حق کسی رو بخوره، دشمنی نخواد بکنه، فرقی با هم نداریم. هممون رو وقتی دفن کنن یه خاک میشیم تهش دیگه، چه کاریه پس انقدر ناراحت باشیم دعوا کنیم و این داستانا. بیاین فرهنگ خودمون رو حفظ کنیم، به فکر کشورمون باشیم، با کسی دیگه هم دشمنی نداشته باشیم. من واقعا اینو خیلی بیشتر دوست دارم. شما نظرتون چیه؟ دمتون گرم، من میرم. ممنون که این ویدیو رو دیدین، واقعا دمتون گرم. خیلی خوب هوای ما رو داشتین، ریک مورتی عالی خریدین، شو بخیر.